درود بر شما وارثان پرچم سرنگ شیر و خورشید ایران. در آدینه دیگر در کنار شما هستیم. تایید انفجار قبر خمینی توسط اسرائیل. تمام ورودی ها بسته شده. عصبانیت خامنه ای از خیانت پوتین. پودر شدن 5 ثانیه 300 ها. قبل از مشروع از شما همراهان عزیز میخواییم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. بر اساس اخباری که روز گذشته تایید شد، در شب حمله اسرائیل 2 انفجار بزرگ در اطراف قبر خمینی دیده شد. اولین انفجار مربوط به سامانه پدافندی متعلق به نیروهای هوافضای سپاه بود که در آن 3 افسر سپاه به همراه 1 تکنسین ایستگاه حضور داشتند و 4 نفر در دم کشته شدند. این پدافند دقیقاً همان سامانه‌ای بود که هواپیمای اوکراینی را با 2 موشک ساقط کرد. دومین انفجار مربوط به ورودی پشتی قبر خمینی بود که به طور نمادین توسط جنگنده‌های اسرائیلی مورد اصابت 1 موشک هوشمند قرار گرفت و بدون اینکه کشته بدهد، چاله‌ای به عمق 2 متر و پهنای 4 متر در محل ایجاد کرد. گفته شده از زمان حمله اسرائیل تا به امروز این مکان بسته شده و کسی اجازه نزدیک شدن به آن را ندارد. اندکی پس از حمله 26 اکتبر برابر با 5 آبان ماه، رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری را منتشر کردند که نشان می‌داد زندگی روزمره طبق روال گذشته در شهرهای این کشور ادامه دارد. مدارس به کار خود ادامه دادند و خیابان‌های تهران با ترافیک قفل شده است. تحلیلگران حکومت و طرفداران نظام حمله اسرائیل را در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار دادند، اما به تدریج وضعیت تغییر کرد. نقدی، سردار نظام هم نیروی هوایی اسرائیل را که یکی از قدرتمندترین نیروهای نظامی در جهان است مورد تمسخر قرار داد. حامدان شنبه و اتفاقی که افتاد برای ما یک مسئله پیش اومد که صبحش مردم مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، شاخصه قسم مثبت و چی شد که محاسبات رئیس‌جمهور هم کنه؟ ما حساب بیشتری میکردیم، فکر نمیکردیم خیلی ضعیفتر از اون چیزی که سر صدا میکردن نیرو هوایی ارتش رژیم صهیونیستی خیلی ضعیف‌تر از اون حدی که تصورها بود ظاهر شد و خیلی آسیب پذیرتر خودش رو نشون داد در مقابل عملیات. بعد از اون خب طبیعی هم بود که مرد جنگن، 8 سال دفاع مقدس رو دیدن، انقلاب رو دیدن، تحملایی که در این 40 ساله در مقابل فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف بوده برایشون خیلی کوچیک به نظر میرسه که منتها از اینکه تعدی کردن به مرزهای ما و حاکمیت ملی ما رو مورد تجاوز قرار دادن حتما این مسئله همونطوری که از دارو فهمیدن کوچیک نیست و نباید اینو کوچیک شمرد و باید پاسخ مناسب داده بشه که بدانن صهیونیست‌ها بدانن که محاسباتشون در مورد مردم ایران غلطه، اونجوری که اونا تصور میکنن نیستن. کم کم موج اولیه به واکنش ها که شامل کم اهمیت جلوه دادن حملات اسرائیل بود از بین رفت و صحبت از انتقام و تلافی این حملات و همچنین انجام عملیات وعده صادق 3 شد. سردبیر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در سرمقاله روز 5 شنبه 10 آبان ماه خود نوشت: می دانیم خیال دشمن اکنون از این بازدارندگی ایران راحت نیست، زیرا اگرچه ما تاکید کرده ایم که دنبال سلاح اتمی نیستیم، اما مسئله توانایی دستیابی به آن و ایجاد بازدارندگی مسئله دیگری است که دنیا این توان را در ایران می‌بیند، حتی با پیشبینی دستیابی 1 هفته‌ای و به محض اراده. در 26 اکتبر گذشته نیروی هوایی اسرائیل با هدف قرار دادن و منهدم کردن سامانه‌های دفاعی و تأسیسات موشکی ایران
عملا آسمان این کشور و خود ایران را در مقابل هر گونه حمله احتمالی آینده بی‌دفاع ساخت. فاکس نیوز به نقل از مقامات آمریکایی تاکید کرد که حمله اسرائیل تمامی سامانه‌های پدافند هوایی سیصد ایران را از بین برده است. سامانه‌هایی که روسیه با سر و صدای تبلیغاتی زیاد و کش و قوس فراوان بعد از 4 سال تأخیر به ایران داد، ولی تمامشان بدون هیچ استفاده‌ای در عرض 5 ثانیه توسط F-35 اسرائیلی پودر شدند. ماجرای فروش S-300 خاطره تلخی در حافظه سیاستمداران فعلی ایران ایجاد کرده، اما به دلیل انزوای بین المللی جمهوری اسلامی در سالهای پس از خروج آمریکا از برجام چاره‌ای جز نزدیک شدن به روسیه نداشته که این سیاست باعث وابستگی خیره کننده ایران به این کشور شده است. گفته شده خامنه‌ای بعد از عملیات اسرائیل به شدت از رفیق پوتین دلخور شده و از وزیر دفاع خواسته قراردادهای خرید S-400 و سوخ-35 را هرچه زودتر پیگیری کند. با این حال چند ساعت بعد مشخص شد روسیه دوباره دست رد بر سینه جمهوری اسلامی زده. نمایندگان مجلس نیز این روزها از روسیه انتقاد می‌کنند و شهروندان عادی چنان با آن بدبین هستند که طرفداران تندروی حکومت می‌گویند چرا هیچگاه چنین خشمی به روسیه نشان نمی‌دهند. یک کاربر شبکه اجتماعی اکس که حساب او صرفاً درباره امور نظامی است، یک هواپیمای تجسسی اسرائیل را روی سایت‌های رصد ترافیک هوایی نشان داده که می‌گوید چند ساعت پیش از حمله این کشور از تل آویو به مسکو رفته بود و آن را نشانه آخرین هماهنگی‌های پیش از تجاوز نظامی به ایران خوانده است. این احساسات بابت گرایش قوی علی خامنه‌ای به پوتین قبلا هم وجود داشت، خصوصا در اعتراضاتی که از شهریور 1401 در ایران آغاز شد خود را نشان داد. اما پس از حمله علنی اسرائیل به ایران، گروه‌هایی از طرفداران خامنه‌ای هم به صف ایرانیان ضد روس پیوستند و حکومت را بابت اعتماد بی پایه به پوتین تقبیح می‌کنند. خوشمون بیاد یا نیاد، پای رفاقتشون با اسرائیل ایستادن. قبل از اینکه اسرائیل به کشور ما حمله کنه، 2 تا سامانه تات فرستادن به خاک اسرائیل و این پیام رو دادن که اگر ایران بخواد حمله کنه، ما کنار اسرائیل هستیم. روس‌ها ادعا میکنن که دوست ما هن. ادعا میکنن که میخوان با ما قرارداد راهبردی ببندن. ادعا میکنن که در تمام این سالها کنار ما بودن. هر زمان تو اوکراین به مشکل خوردن، به فلاکت خوردن، در باتلاق جنگ اوکراین فرو رفتن، بدو بدو سراغ ما اومدن، پهپاد خواستن، کروس خواستن، همه چی. در شبی که اسرائیل به ما حمله کرد، پدافند ارتش ما تنها بود. تنهای تنها. نه S-400 به ما داد، نه سوخ-35. موضع وزارت خارجه دولت آقای دکتر پزشکیان در قبال این بیشرفی آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست؟ اولا من خواهش میکنم دوستان سوال مطرح بکنن. اینجا صدور بیانیه‌های سیاسی رو بذارن بر عهده وزارت امور خارجه. دو، در صحبت‌ها بسیار مهم هست که این جمع فرهیخته است و در بیان پرسش‌ها من خواهش میکنم که رعایت نزاکت‌های معمول رو حتما داشته باشیم. 3، در یک فایل صوتی که 3 سال پیش منتشر شد، جواد ظریف با اشاره به کارشکنی روس‌ها درباره برجام میگوید هدف روس‌ها این بود که توافق هسته‌ای انجام نشود. آقای لاوروف برگشت مسکو، مورد حمله روزنامه‌های روسی قرار گرفت که چرا شما اجازه دادید این توافق منعقد بشه و ایران بغلط توی دامن غرب. آقای سلیمانی در ماه بهمن درخواست سفر به روسیه کرد. در ماه تیر بعد از اینکه اوضاع سوریه، من اینو از وزیر خارجه کنونی سوریه که قائم مقام بود تا چند وقت پیش، در یه بار که اومد پیشواز من در فرودگاه سوال کردم، گفتم شما در تیر ماه و مرداد ماه 94 آیا هنوز شرایطتون شکننده بود؟ گفت نه، ما عبور کرده بودیم. یعنی روس‌ها بعد از اینکه اون نیاز ما مرتفع شده بود، آقای سلیمانی رو دعوت کردن به مسکو با این هدف. ما ادعا میکنیم که آقای سلیمانی اونجا آقای پوتین رو راضی کرد. آقای پوتین تصمیمش رو گرفته بود. ببینین، پوتین وارد جنگ شد با نیروی هوایی، اما نیروی زمینی ایران هم وارد جنگ کرد. نیروی زمینی که اونجا داشت میجنگید نیروی ایرانی نبود. این اتفاقاتی که افتاده
موشک اسرائیل باید نابود شود. این اتفاقات با روسیه و ما بعدش، اتفاقاتی که بعدش در منطقه افتاد، حمله به سفارت عربستان، گرفتن قایق‌های آمریکایی، همه اینها برای این انجام شد که برجام نشود. من گفتم ما هزینه میدان کردیم، میدان هزینه ما نکرد. در اینا هیچ وقت پخش نخواهد شد، ولی چون شما خواستین همه چی بماند. پس از حمله اسرائیل به مواضع متعدد در ایران که ابعادان به شکل رسمی نه سوی جمهوری اسلامی عنوان شده و نه اسرائیل فعلا تمایلی به انتشار دارد، طرفداران حکومت از روسیه انتقاد می‌کنند که با بدقولی از تحویل جنگنده‌های سوخو که می‌توانست در عملیات دفاع از حریم هوایی ایران در برابر اسرائیل به کار گرفته شود خودداری کرده است. در جریان حمله اسرائیل به ایران، به گفته منابع رسمی نظامی در ارتش ایران، دست کم 5 نظامی در نیروی پدافند کشته شدند. در جریان حمله اسرائیل، همچنان که انتظارش می رفت، روسیه نه تنها کمکی به تقویت پدافند هوایی ایران نکرد، بلکه حتی از محکوم کردن تجاوز نظامی مستقیم اسرائیل به خاک ایران هم خودداری کرد. عضویت ایران در پیمان امنیتی شانگهای و بریکس که روسیه در آن مبتکر است هم کمکی به دست کم محکوم کردن این حمله از سوی مسکو نکرده است. جلوگیری از آن که در نظر رهبران حکومت ایران هم دور از انتظار است. تنها چند روز پیش از حمله اسرائیل، ایران ایر خط هوایی نامدار ایران که روزگاری از خوشنام ترین خطوط هوایی جهان بود، بابت آنچه اتحادیه اروپا انتقال موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه برای جنگ در اوکراین می‌خواند، تحریم شد. سپس از روز بعد پروازهای این خط هوایی به شهرهای اروپایی به غیر از لندن لغو شد. این پرخسارت ترین تحریم یک مؤسسه ایرانی بابت اتهام همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در تجاوز نظامی به اوکراین است. روسیه و در زمان برقراری اتحاد جماهیر شوروی هیچگاه در ایران از محبوبیت برخوردار نبوده است. جدا کردن شهرهای قفقاز و آسیای میانی از ایران در جریان جنگ ایران و روس و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمنچای چنان در حافظه ملی ایران زنده است که هنوز پس از نزدیک به 200 سال مطالبه بازگشت ناممکن این مناطق به ایران را حتی از سوی سیاستمداران با سابقه میتوان شنید. یاران و همراهان عزیز، به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.